چهره آشنایی که پس از 2 دهه تکیه بر صندلی ریاست جمهوری و نخست وزیری ترکیه حالا حمایت قاطع اکثریت مردمش را از دست داده. رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری 24 اردیبهشت در ترکیه نتوانست آرای بیش از 50% ترکا را کسب کند. حالا برای اولین بار در تاریخ این کشور انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده شده. اردوغان به مصاف نامزد 6 حزب مخالف دولت کمال قلیچدارقلو می رود و 1 شنبه 7 خرداد نتیجه این رقابت شانه به شانه مشخص خواهد شد. بر اساس نتایجی که از سوی رئیس هیئت عالی انتخابات اعلام شد، اردوغان 49.51% و قلیچدارقلو 44.88% آرا را از آن خود کردند. سنان اوغان نامزد سوم هم 5.17% آرا را به دست آورده. به نظرم انتخابات خیلی هیجان انگیزی بود. من فکر میکنم تو دور دوم سنان اوغان با رئیس جمهور فعلی متحد بشه و نهایتاً اردوغان پیروز بشه. بر اساس نتایج اولیه انتخابات پارلمانی که همزمان برگزار شد، در مجموع ائتلاف حزبی حامی اردوغان 56.7% و ائتلاف رقیب 29.7% از 600 کرسی پارلمان این کشور را به دست آورده. اکثریت پارلمان را ائتلاف مردم ما به دست آورده و ما تقریبا بر همه کمیسیون‌ها تسلط داریم. بنابراین شک نداریم که ملت ما که اکثریت مجلس را به ائتلاف ما واگذار کرده به نفع اعتماد و ثبات در ریاست جمهوری رأی خواهد داد. اینکه رئیس جمهور آینده ترکیه چه کسی خواهد بود نه فقط برای 85 میلیون نفر جمعیت ترکیه تعیین کننده است، بلکه از آنجا که ترکیه یکی از اعضای ناتو است، در بحبوحه جنگ اوکراین و تقابل روسیه با غرب، رهبری ترکیه اهمیت بین‌المللی بیشتری یافته. من به عنوان یک رای دهنده خوشحال نیستم. من قطبی شدن شدید کشور رو میبینم و اختلاف عمیق دو طرف رو. من اصلا خوشحال نیستم و نگران آینده ترکیه ام. قلیچدارقلو از حزب جمهوری خواه خلق با شعار حفاظت از میراث مصطفی کمال آتاتورک در نظرسنجی های قبل از انتخابات پیشتاز بود. در مقابل اردوغان در ماه‌های اخیر سکاندار کشوری بود که از یک سو با پیامدهای زلزله مرگبار دست به گریبان بود و از سوی دیگر با کاهش شدید ارزش لیر و افزایش تورم، بحران‌هایی که به ایده تغییر و شکل‌گیری ائتلاف رقیب قوت بخشید. ما قطعاً برنده میشیم. قطعاً در دور دوم این انتخابات پیروز خواهیم شد. همه خواهند دید. ناظران بین‌المللی دور اول انتخابات را شکستی نسبی برای اردوغان در مقایسه با دوره‌های پیشین دانستند. با این حال، هواداران این سیاستمدار اسلامگرا نتیجه این رأی‌گیری را جشن گرفتند. نیکی یزدانی، لندن.